しい見晴れマン、エッサドヤソウカネマン、ホルカホルカカサルコマン、ホルコテトアカネマン、サンカロスボルシー見晴れマン、エッサドヤソウカネマン、ホルカホルカカサルコマン、ホルコテトアカネマン。سلام مخصوص بر بینندگان محترم، دوستان، آشنایان، شمایی که از وقت خود مایه میگذارید و در برنامه ما شرکت میکنید و این یک ساعت رو با ما هستید و در این ضیافت گفتگوی خود شرکت میکنید و ما را از اطلاعات خود، صحبتهای خود، فرمایشات و راهنمایی خودتون مطلع میکنید. ما تشکر میکنیم از حضور و همکاری شما و امیدواریم که برنامه امروز ما خوشایند و برای شما مورد قبول باشه انشاءالله. ما سعیمون رو میکنیم، البته خب میدونید مقدار امکانات ما در اون حدی هستش که در این طبقه اخلاص میگذاریم و در حضور شما حاضر میشیم. ماه رمضان نیمش گذشت، تقریبا 14 گذشت، ماه چند روز پیش بود یا دیشب بود که ماه 14 بود، ماه قرص ماه گرد بود. در ما خیلی خوشحالیم که افرادی که تونستن روزه بگیرن و این چند 14 روز و نیمه اول ماه رمضان رو تونستن روزه بگیرن و عبادت الله سبحانه و تعالی رو به جا بیارن و از اون خواست الله رو انجام دادن. لغت انگلیسیش از honor یا اون چیزی رو که قبول کردن به اون ادا کردن، اون چیزی که قبول کردن ادا کردن. واقعا خوشحالم برای شما، خوشحالم برای اونهایی که بالاخره شما رو میبینم، از شما ممکنه چیزی یاد بگیرم یا یاد نگیرم. بالاخره یه مسیر همه ما به طرف الله سبحانه و تعالی است و در این مسیر ما چه بخواییم چه نخواهیم در حال حرکت هستیم. ما امیدواریم که در هر لحظه از این ساعات یا اوقاتی که در این راه هستیم بتونیم یک چیزی تیپی به اطلاعات خودمون اضافه بکنیم و زندگیمون رو در کمال آسایش و رفاه و خوشحالی و در کمال خوشنودی با الله بتونیم انجام بدیم و این حالا خیلی مشکل نیست به دست بیاد، خیلی ساده هست. همینقدر شما تمام هرچی دارید رو ایمان بیارید که از الله سبحانه و تعالی هست، اون موقع تمام این احساسات به جای خودش میفته و هیچ چیزی در دنیا شما رو متاثر نمی کنه و هیچ چیزی شما رو زیاد از حد خوشحال نمی کنه.
و همیشه در اون حالت تعادل هستید و از زندگی که به شما داده شده لذت میبرید، از زندگی خانوادگی، دوستان، محلتون، شهرتون، مملکتتون و از این طور پیش میرید. این هفته گذشته در نوار غزه به شدت جنایاتی داره انجام میشه از طرف غاصبین سرزمین های فلسطین و اینقدر خودشون اجازه دادن که تمام اسلحه هایی که از ما خریدن، از امریکا خریدن، پولش هم این ماها دادیم به عنوان مالیات هایی که میدیم، این پول هایی هستش که میبرن اونجا با این هست رو تو سر مردم بیگناه و بیدفاع فلسطین میریزن و در این 180 نفر یا تا حالا 200 نفری که تا امروز کشته شدن، در حدود مثلا یک 10 نفر 15 نفر ممکنه از افراد وابسته به حماس بوده، بقیهشون افراد معمولی بودن، تو خونهشون بودن، های کوچولو بودن، بچه شیرخواره که حماس نیست، بچه شاهزاده که حماس نیست، همه اینا رو کشتن و هنوزن که هنوزه هی دارن میگن میخوایم بیاییم و اعلامیه پخش میکنن تو سر مردم از خونه هاتون بیایید بیرون که میخواید خونه های شما رو داغون کنیم. عین همین کارهایی که اون نازی هایی که در زمان جنگ دوم بین المللی انجام دادن نسبت به این افراد قسی القلب، اونها هم دارن راجع به فلسطینی های بدبخت بیچاره دارن انجام میدن. و کار برای کشیدن که یکیشون یه صحبت هایی کردی که ما اجازه میگیریم از شما اینو برای شما بخونیم، که این خیلی واقعا همین مایه تأسف، همین نشون میگه چقدر این افراد واقعا از اون حالت عادی خودشون واقعا در اومدن و این حالت خیلی خیلی خطرناکی برای مردم دور و بر اونجا دارن انجام میدن و این مثل کسی هستش که کاملا به اعصاب و به روان و به حالت خودش مسلط نیست و دستش مستصل و خونپاره و همه چیز هست و همینجوری راه میره تپ 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 میزنه، حالا هر کی سر راهشون داره میکشه و این دستوراتی که به اینا دادن و اینا دارن انجام میدن. این نوشته اومده از این به فارسی هم اومده که از رادیو اسرائیل یکی داره نقل میکنه. اینطوری گفتن که اسرائیل مجاز است به اندازه کشتار آمریکا در ژاپن آدم بکشد و اینها دارن چیز میگن که مثلا زمان جنگ دوم جهانی که امریکا دو تا بمب انداخت در ژاپن، یکیش در هیروشیما بود، یکیش در ناگاساکی بود و 300 نفر در یه ساعت دو ساعت کشتن و بقیه آثارش هم تا امروز ادامه پیدا کرده و مردم اون منطقه علیل و ذلیل و بیمار و هزار یک جور گرفتاری دارن و قطعا هم فهمیدن که این کار وحشیانه غیر انسانی بوده و این کاری بوده که فقط و فقط از دست یه مش جنایتکار برمی اومده که این کار کردن و حالا فهمیدن که این کار اصلا چیز نبوده، لازم نبوده همچین کاری انجام بدن که جنگ مثلا به انتها برسه. جنگ به انتها رسیده بود به هر حال. حالا رو رو ببین، اینا برداشتن یهودیای قاصبین سرزمین های فلسطینی، زایلیست هایی که تمام دنیا رو به خاک و خون خواهند کشید. اینجا داره میگه که بله، همان گونه که امریکا حق داشت با دو بمب اتم صدها هزار نفر رو در هیروشیما و ناگاساکی بکشد، ما هم میتوانیم فلسطینی ها رو بکشیم. اینو گفتن. حالا معلوم شده که این دو تا بمب اتمی اصلا لازم نبوده. اینها میگن لازم بوده. یک، دومش کار خوبی اونا کردن، ما میخوایم همین کار رو سر این فلسطینیا بکنیم. حالا ببینید به کجا رسیده قضیه. هر دفعه صحبتی میشه از فلسطینی ها و یا اونهایی که سرزمین های فلسطین رو غصب کردن، همیشه صحبت میشه از دو طرف و به انگلیسی میگن both sides، دو طرف. هیچ وقت نمیگن که دو طرف در یک چیز، در یک سطح ترازو نیستن اینا. یکیش صدها هزار بالاست، یکیش این پایینه. اونی که این پایینه مردم فلسطین هست. اونایی که صدها هزار طبقه بالاتر هستن قاصبین سرزمین های فلسطین، زایونیست ها یا سیهونیست هایی هستن که در تمام دنیا نقشه
از بین بردن تمام مردم دنیا رو دارن میکشن، چرا خود رو برتر میدونن، خود رو برتر از همه میدونن و همیشه شماها رو، یا به فارسی باشه گفتن گویم، به انگلیسی باشه گفتن جنتایل، و شماها جزء آدم حساب نمیشید، شما افرادی هستید که این وسط اومدید که جزء افراد چیزایی هستید که به در نخور هستید و برای خدمت به این قومی که خود رو برگزیده میدونه و سایونیست یا زاینیست حساب میشه دارن فکر میکنن اینطوری. و واضح هم داره میگه بله ما میتونیم شما رو مثل همونی که دوتا بمب توی هیروشیما و ناگاساکی انداختن کشتن، ما شما رو همونطوری میتونیم بکشیم. هیچ کس هم جلوی اینو وای نمیسه حرفی بهشون بزنه، هیچ دولتی نشده به اینا اعتراض کنه که آقای رادیو اسرائیل شما همچی حرفی زدید، حالا ببینید کی گفته اینو. بله منوشه امیر، خب این آقای منوشه امیر هم مثل که ریشه ایرانی داره، بدبختی ما از اونجاست که هرچی هست از ماست که برباز. حالا این هم یه یهودی زایدیس ایرانی بوده که آره رفته در اون منطقه رو قصف کرده در سرزمین های فلسطین و نوشه منوشه امیر تحلیلگر دیگه صهیونیستی طبق سیاق همشگی رادیو اسرائیل ضمن تعریف واقعیتها گفت از پروردگار عالم سخت گله دارم که این چنین همسایگان نامهربانی را دور و بر کشور اسرائیل و ملت یهود گرد آورده است. یا الله، آیا به جای حماس و جهاد اسلامی پروردگار نمیتوانست مردمانی مهربان را همسایه اسرائیل کند؟ سبحان الله، ببین چه حرفا دارم میزنم، ببینید چی دارم میگم. او سوره بقره که در قرآن هست، سوره دوم قرآن هستش، بخونید ماهیت این افراد از اون موقع معلوم بوده. و یا صحبتایی که در قرآن میشه که چطور این افراد بعد از اینکه الله اینقدر به اینها کمک کرده بود، اینقدر اینها رو از بند فرعون اون زمان نجات داده بود، آورده بود، بهشون یه شهری داده بود، گفته بود وارد شین اینجا، اینا گفتن که ما میترسیم بریم، اینا ما رو بکشن. و خود به حضرت موسی گفتن که شما برو با اون الله خودت برید بجنگید اینجا که همه رو که کشید اون وقت ما بیاییم این تو، ما میترسیم اینا ما رو بکشن. حالا ببینید 1500 سال پیش این حرفا رو میزدن، همین الان هم داره این آقای منوشه همین حرفا میزنه. ببینید کجای کار هستیم ما که ایشون میگه که از خدا گله دارن که چرا دوره بر ما همسایه های نامه ربار گذاشتید، رفتید کشتید خونهشون رو گرفتید، پدرشون رو کشتید، مادرشون رو کشتید، بچه هاشون رو کشتید، جووناشون رو کشتید، زمیناشون رو گرفتید، درختاشون رو از زمین کندید، بعد حالا میگین اینا نامهربان شدن؟ از کجا اومدید شما همتون؟ 60 سال پیش کجا بودید؟ 65 سال پیش کجا بودید؟ 70 سال پیش کجا بودید؟ اومدید اینجا این مردم بیچاره الله اکبر خبر رو بیدفاع رو اینطوری دارید میکشید؟ مگه 2008 نبود این فجایع رو به بار آوردید که اوباما تازه رئیس جمهور شده بود؟ 1500 نفر در سه هفته کشتید، 350 نفر از اونا بچه کوچولو بودن، بچه گنداقی بودن کشتید. از این نمیرید شما، نمیدونم چرا بازم میگید میترسید و اینجا این حرف رو داره میزنه این آقا که بله که این الله چقدر نامهربانه که اینا رو دور ما گذاشته. یه جای دیگه میگه الله ما رو برگزیده انتخاب کرده، شما باید اطاعت کنید ما رو. اونشو قبول داره، اینشو قبول نداره، دبه در میاره، معامله میکنه، یه پای دبه در میاره، میزه همه چیز تو هم دیگه. بله وی همچنین گفت ببینید تلفات عملیات اسرائیلی در غزه چقدر کم بود. در جنگ دوم جهانی که ژاپن حاضر به توقف جنگ نشد، آمریکا با دو بمب اتمی 100,000 نفر رو در هیروشیما و ناگازاکی کشت. یا الله کریم، یا الله کریم، میگه سر 85 نفری که کشتیم، 200 نفری که کشتیم در این 3-4 روز، میخوام مقایسه نیستش که با اون 300,000 نفر که آمریکا کشته. آمریکا کارش خوب بوده، ما بعد همون کارو بکنیم. با همه میدونن آمریکا کارش
غلط بوده. همین الانه برید تو دستگاه های خودتون گوگل گوگل کنید، هر چیزی دارید برید ببینید که همچین خبرها نیست. آمریکا اشتباه کرد، به اشتباه این کارو کرد. بله، منوش امیر میگوید حماس حتی به اورشلیم، بیت المقدس، که همون بیت المقدس اورشلیم میگه، جروسلم میگن، اورشلیم میگن، ما میگیم بیت المقدس، نیز موشک زده است. حساب کنید که این موشک اگر خدای نکرده زبانم لال گفته به مسجد اقصا حسابت میکرد چه میشد؟ شما زیر مسجد اقصا رو خالی کردید، حالا معلوم نیست همه اونجا کی همش توش بریزه زمین که بگی خب دست ما نبودش که، زمین خودش ریخت، به ما مربوط نمیشه، دست هم نمیتونید بزنید که نمیتونید پاکش کنید روی درستش کنید. بله، منوشه امیر با وجود همه سانسورهای رژیم سانسونی سایهونیستی لابلای بلوفای خود اذعان کرد که حمله به غزه و اقدامات تلافی جویانه حماس تا کنون 2 میلیارد دلار برای رژیم سایهونیستی هزینه در بر داشته باشد. یا الله یا الله، مردم دنیا جمع شید، هرچی پول از جمع کنید برید به دست اینها، بلکه رضایت بدن، اینا پول شما رو میخوان، اینقدر که پول تو جبیشنه باز چون پول شما رو هم باز میخوان، جمع شید بهشون بدید. اینا این حرف رو داره میزنه امیر با وجود همه سانسورهایی که رژیم صهیونیستی لابلای بلوفای خود اذعان کرد، یلا بهش گفتن اصلا اینطور نگو اونطور نگو، گفته که حمله به غزه و اقدامات تلافی جویانه حماس کنون 2 میلیارد دلار برای رژیم صهیونیستی هزینه در بر داشته. دیگه من نمیگم، کسی نیستش که این حرفا رو از خودش در بیاره، اینا نوشته شده اینجا داریم ما میخونیم. خجالت هم خوب چیزیه، همونطور که گفتم به مردم دنیا جمع شید، روزی 1 دلار بذارید توی کاسه، 7 میلیارد جمعیت دنیا، 1 دلار بدید تو کاسه میشه 7 میلیارد در روز، در سال ممکنه بشه تریلیون دلار بدید به اینا، بلکه اینا از رو برن، بلکه بگن خیلی خوب بستمونه دیگه، هرچی بهشون دادی کمه. اینا هر کسی که در اونجا زندگی میکنه از دولت امریکا 3500 دلار یا 7000 دلار سالانه پول میگیره. خانواده 7 نفر 10 نفر جمعیت داره، سالی 70,000 دلار 80,000 دلار ماها داریم پول میدیم به اونها، این هم کمشونه. اینجا هم حالا داد میکشیم که چون این فقیر بدبخت بیچاره چیز نداره، بیمه سلامتی نباید داشته باشه، بره کار کنه بگیره، غذا نداره بخوره، چشمش کور، بره کار کنه. خب چرا 70,000 دلار داری در سال به اونا میدی؟ کی گفته بدید اینا رو؟ با همه میگن کمه، اینا داره میگه 2 میلیارد دلار خرج کردیم، اینو کی باید بده؟ اصلا داره مزنه تعیین میکنه که آخر سال بگه آقا ما 2 میلیارد دلار صرف در میاره، میشه شما برای فرد 4-5 روز بود، این شد 10 روز 20 روز، حالا 1 تریلیون دلار باید به ما بدید که ما یه ذره نفسمون در بیاره. یا الله کریم. بله، گلایه اشغالگران فلسطین از همسایگان نامهربان در حالی است که صهیونیستی های وحشی حتی به یاسر عرفات طالب سازش یک طرف رحم نکردن و ضمن افزایش وحشیگری ها به مقر عرفات حمله کردن و سرانجام او را با سم از پای در آورد. با سم؟ با سم ببخشید، با سم، با فارسیمون یه ذره دم کشیده، ببخشید، با سب از پای در آوردن. همچنین خاطر نشان می شود که برخلاف عشق تمساح لاغی اسرائیل صهیونیستای سال هست که مشغول تخریب مجموعه مسجد اقصا هستن. بله، این هم از افرادی که میگن پیرو به حضرت موسی علیه السلام هستن که به هیچ وجه نیستن، چون حضرت موسی الله رو میشناخت. فکر نمی کنم الان این آقا که موشه امین هست نیست، ولی این صحبت از این آقای موشه که خلاصه بدونید
چه خبر داره میشه، در صحنه حاضر باشید، ساکن نباشید، در محلی که کار میکنید اگر چند تا یهودی از این پلاکپ ها سرشون گذاشتن با محبت برید بهش بگید آقا این فلسطینی ها مگه به شما چیکار کردن که اینطور دارید میکشید، چه گناهی کردن این کار دارید میکنید، به مردم خودتون بگید، به این اهل کنگره برید بگید. حرف ماها رو که قبول نمی کنن، ما همه جزء تروریست ها هستیم، به اونا بگید برن صحبت کنن، کنگره بگن که پول سبیلین سرزمین های فلسطین دیگه ندید. هر سال یک مقدار زیادی پول داده میشه به قاصدین سرزمین های فلسطین و امریکا یه امضا میکنه. خیلی خوب، تمام این قرض ها قرض های بدون پرداخته، بهش میگن لون گارانتی. خب اون جنجالی نیست، حالا ما نمیدونیم این لون گارانتی چقدر هست، اگر کسی جرأت داره بره بپرسه، یعنی اینقدر هم این کار کردن، جرأت دارید برید از اینجا بپرسید که این لون گارانتی چقدر هست، ببینید چه بلا سرت میاره. آره دیدم از این. یه دوستی داریم آقای محسن، ایشون روزهای شنبه هم در برنامه های ما شرکت میکنه، اما غیر از این برنامه، برنامه روز شنبه هم داریم که رادیویی هست، 2 ساعت برنامه است. صحبت هایی شد، من دوست دارم با شما با هم اینو گوش کنیم. بگم خدمت شما عرض کنم که از همونطور که میدونید امروز البته روز 14 پیر هست و روز 12 روز پیر، یعنی در حقیقت جولای 3 جولای آقای ازدادی سال روز همون اول جنایتکارانه بود که هواپیمای مسافربری ایران رو زدن و نزدیک 300 تا زن و بچه بیچاره رو کوچیک و بزرگ رو تکه پاره کردن و نه تنها هیچ کسی معذرت میخواست، نه اینکه واقعا قبول مسئولیت کرد، بلکه تازه اونهایی که این عامل این جنایت بودن بهشون مدال نمیدن. و واقعا جای چقدر آدم باز تعصب هست، چه دنیای به قول معروف واقعا چقدر پلیدی در این دنیا وجود دارد که فرض بکنید که اونهایی که منبع و باعث فرض بکنید خرابکاری و تروریسم هستن، اینها کسایی هستن که علم آزادی و مساوات رو در دنیا، حقوق و بشر رو از این حرفا رو علم کردن و پاک میگیرن. بعد اون کسایی که در حقیقت مورد هجوم هستن و صبح تا شب بر علیهشون قائل داری ترور، یعنی وحشت انداختن، و در حقیقت اینها هستن که ایجاد وحشت میکنن و کشت و کشتار میکنن و صبح تا شب زندگی همه رو به خاک خون میکشن. و بعد اون کسی که قربانی هست و قربانی رو محکوم میکنه، همه رو میخواد بندازن گردن اون قربانی، میگن به قول مردم همش تقصیر این او بدبختی که داره تو سری میخوره، مورد هجوم هست، دائما داره مورد ظلم قرار میگیره، تقصیر اونه. همیشه از نظر اینها همین هست و آدم های بسیار بسیار ضعیف کشی هست. و تنها راهی که ملت ایران میتواند در حقیقت این روز آتیه فرزندان خودش رو به قول معروف برایش ضمانتی ایجاد بکنن، این است که باید از همه جا مایه گذاشت ملت ایران اینقدر قوی باشد که هیچ حرامزادهی به ذهنش نرسد که بخواد اون مملکت تجاوز بکند و تو سر اون مملکت بزند. و در جامعه و در طبیعت و در همه تاریخ قربان این یه چیزیست که غیر قابل انکاره. قربان این ضعیف است که مورد حمله قرار میگیرن، که قوی حمله نمی کنن. باید نیرومند، باید نیرومند. این واقعیت است. من میگم هر کسی هم قربان بنده خدمتون قبلا هم سر تو سر دوردم گفتم اینا بس آهلیست که امیدوارم مردم اینا رو در نظر بگیرن. قربان اگه شما تو پول تو جیبت هست میری مثلا فرض بکن پول خرج میکنه، میگم تنکیو هاوایی و نمیدونم همه نایسته این حرفا، فکر نکن که این دلیل این میشه که اون طرف مقابل آدم خیلی خوبیه. برم زمانی شما میفهمی که با چی طرفی و اینا چه حرامزاده هایی هستن،
که قربان شما گوشت زیر دندونت شما مملکت قربان ما هی میگم یه دام هی بندش میکنن یا به این دولت یا به اون دولت مثلا ربطی به دولت خاصی ندارن اینا قربان منابع ما رو میخوان هستی ما رو میخوان همه چیز ما رو میخوان و میخوان ما رو تکیه باره و ذلیل و بدبخت و میکنن و نگه و اینا یه واقعیت زمانی که قاجار سر کار بود پدر ما رو در آوردن زمانی که پهلوی سر کار بود پدر ما رو در آوردن بعد از انقلاب زمانی که جمهوری اسلامی سر کار آمد خودم پدر ما رو در آوردن این مسئله این حماقت هست این حماقت محض هست که یه عده ای بیان تو ذهن خودشون یه چیزی رو علم کنن مسئله ای اگه تو داخل ایران هست بین خود ملت ایران باید حل بشه ولی که کسی بیاد اینو مثلا بخواد خیانت رو توجیه بکنن این برای بیگران هستی ما رو هستش کشیدن خیلی بار دفعه و هایی مثلا آخری ندارن بابا این آخه یه خورده ای آدم باید به قول معروف تکان بکنه یعنی مقداری باید این چشمش باز بشه یه خود دیدش فراتر بره و واقعا یه تشخیص بده که قربان اینا میگم در از این رو چقدر باید تو در ظرف صد سال گذشته قربان اینا دو بار کشور ما رو اشغال کردن بر علیه کشور ما جنوساید انجام دادن ما در سال 1917 بیش از 10 میلیون بیش از نیمی از جمعیت اون موقع ایران رو با حربه گرسنگی یعنی با فجیح ترین وضع ممکن با این تمام غذاها رو ضبط کردن و از ورود غذا از بیرون از خارج جلوگیری کردن این فرمون این جنوساید هست چرا این نمیشه این چرا چیه این چه ترسیه این چه قول من رو از خود بیگانه بودنی هست به شما نه یه برنامه ای راجع به این مسئله میدید نه یه یادبودی راجع به این مسئله وجود دارد نه یه موزه ای راجع به این مسئله وجود دارد نه اصلا یه داکیومنتری بخواد مثلا یه چیز مستند بخواد باشد انگار انگاری که بخواد خدا به سر شده هر ملت دیگه ای بود زمین و زمان رو با هم یکی میکن الان همین سیاهای آمریکا دیدید اومدن قربون میگن که باید شما پس بدید که پدر بزرگای ما این کار رو کرد ریپنتریشن بهش میگن بعد این کنفرانس داشتند و تمام این بزرگانشون اومده بودن و فلان اینا با قربون این همه بلا سر ما آوردن تو سال 1941 دوباره اصلا ایران نه سر پیاز بود نه ته پیاز دوباره به ایران حمله کردن دوباره ایران رو به خاک و خون کشیدن بعد شما فرض بفرمایید که تو زمان چیز همین مگه چند سال پیش بوده 1980 میلادی بود از قربان به صدام چراغ سبز دادن اومد به جون ایرانی ها افتاد 1 میلیون ایرانی رفتن زیر خاک بعد این همه سال قربان در محاصره اقتصادی اون ایرانی هایی که به خاطر نبودن دارو مردن حالا اوخیش تو نباشه قربان هم نوع تو که هست نباید بر بخوره اینا یه مسائلی است برو و تو این جامعه خدا دیدن شده در نظر بگیرن که قربان
با بیگانه شما قربان نسبت به مملکت خودتون دارید، مسئولیت دارید، شما هستیتون از اون مملکت هست. هر حال هرچه بولی هستید و نیستید، هر شخص هستید نسیدی اون جامعه، نسیدی اون کشور هست. حالا اینکه از نظر مالی هزار و اینجور حمایت شدید خیلی و زاره و خیلی هم هستن که هیچی هرکس پرس ندازن و این حال فقط براشون یک گام شیری بود. اقلش این هست که آدم خیانت نکنه، ولی لازم نیست اگه نمی ولی حتی اقل خیانت نکنید، نه به کشور خودتون، نه به حمله خودتون تو همین آمریکا که باید باید میشه مثلا یه رنگ برده یا هر کفتی کنید اونجا برای منافع آنی خودتون پشت در یه حمله خودتون بس و بیران بگید ایروز داله که فقط به خاطر اینکه فرض بکنید که از دید سیاسیش مثلا خوشتونه جنگ از قومیتش خوشتونه. بله همین شما ها بودید، شما هم قربان از کسی که از عربا یاد گرفتید در حقیقت، در حالی که به عرب و نمیدونم بگید عرب بجوره عرب بجوره، ولی خود شما از همون عربا یاد گرفتید که به کسی که کار میکنند، به کسی که حمل میکنند بهش بگید عباد و به عنوان یک واژه تحقیرآمیز ازش استفاده. تشکر زیاد، تشکر میکنم از روی بود، خیلی متشکرم. کسی پای خط داریم مثلی که سلام عرض کردم، بفرمایید. تشکر دارم. بله دوست عزیزی زنگ زده بودن، اجازه بریم ببینیم میشون پس بگیریم میکنو. صدای تلفن ماشاءالله خیلی بود. الحمدلله رب العالمین. صدا تو یه ذره بلندتر بکنی خیلی ما خوشحال میشیم. ببخشید. بله بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نباشید. من بخواستم راجع به این مسئله فلسطین که صحبت میفرمودید یه نکته بگم. حالا بذاریم که این یهودی‌ها دارن اینجور مردم بدبخت اینجور میکشن، نکته جالبی که اینجا هست این رهبران بیبخار عرب، این شیوخی که نشستن این خلیج فارس و عربستان سعودی ها روی دریای نفت نشستن، اونا چقدر بی‌عرضه هستن. یه اون شیخ عرب بیبخار باور کنید بدون شکم و زیر شکم به هیچی فکر نمی کنن، نشستن ساکت جلوشون دارن هموطنا همزبونا برادران همگینشون راحتی میکشن چی نمیگن. این واقعا دوی تعجبه. حالا اون خوب یهودی داره کار خودشون، ولی اینا هم دارن چی نمیگن، این خیلی دردآوره. کاملا صحیح. آره این کارش که مردم میدونستن این رهبران عرب چقدر خائن و چقدر خود فروختن، ولی جنگ عراق تو ایران که شده بود همه خاطر شد گرگور سرباز و اسلحه و دلار میدادن به صدام تو سر ما میزدن، ولی یکی جرأت نداره یه گلوله یه سرباز به صورت کمک این بدبخت ها اینا رو کنید ازشو دفاع بشه در مقابل این حمله ها. درست. این درناکه واقعا درناکه. تشکر زیاد. تشکر. ممنون از برنامه شما. تشکر میکنم از لطف شما. برام از ما از دست دادیم شما رو.
دیگه نمیخواد تو را بیرسه چرا. سلام برادر عزیز من، خیلی ببخشید تلفن جدید هست اینجا، اینه که با اشتباهی دکمه رو دارید فشار میدید. خوبی ان شاء الله؟ خواهش میکنم، متوجه شدم. خواهش میکنم بفرمایید. تبریک بکنید، حالا چه توی همین رسانه خودتون باشه یا رسانه جای دیگه باشه، صحبت هایی که میکنم چه مستقیما چه غیر مستقیم به اینجا میرسه که در حقیقت چی مثل آیت الله بی بی سی، مثل آیت الله
حالا ما داریم میگیم آیت الله، منظورمون این آیت الله هایی که واقعا آیت الله نیستن. بله، البته این لغت چون مخصوص یک عده خیلی متشخص دینی هست، من خواهش میکنم این اسمو برای جای دیگه مصرف نکنید. اصلا ما اسمشو میذاریم سخن پراکنی. بله، اون خیلی بهتره. تشکر میکنم. بله، سخن پراکنی بی‌بی‌سی و سخن پراکنی الجزیره، که اول ببینید چطوری الجزیره وارد شد. الجزیره اول وارد شد از طرف بدبختا رو گرفتن، نشون دادن اینکه اینایی که پول دارن و خوشبختانه اینا سلام دارن چقدر به بدبختا زور میکنن. بعد بدبختا شروع کردن به الجزیره نگاه کردن، بعد از اون طریق اومدن اینا رو حقیقت مغزشون شستشو کردن. الله اکبر، چقدر قشنگ اینو دارید تفسیر میکنید، باریکالله. یعنی واقعا ببینید شما اولین چیزی که میخواید در حقیقت یک میلیارد، که این میلیارد میاد شما رو روانشناسی میکنه. ساعت چند میخواید؟ ساعت چند بلند میشید؟ چی میخورید؟ چی دوست دارید؟ چی دوست ندارید؟ چه هوایی رو دوست دارید؟ اصلا چه جور آدمی هستید؟ بعد روی همونا دست میذاره و شما رو روانکاوی میکنه و روانشناسی میکنه. بعد اینکه روانشناسی کرد، همون چیزی که میخوای تعبیرت میده تا جایی که دیگه بهش گوش میکنی. صحیح. اگر یادتون باشه قدیما همه به بی‌بی‌سی گوش میکردن، آقا بی‌بی‌سی رو بگید چه خبر، چی میگه، ببینید چقدر خودشو بدید کرده بود. بله، دروغ هم میگفت، مردم باورشون میشدن. درسته. بله، فهمیدم. همین کارو کردم، الانم الجزیره شده. الان دیگه ببینید CNN، همین شما الان در آمریکایید، CNN رو این روزا نگاه کنید ببینید مثل یک سال پیش دیگه از اسرائیل پشتیبانی نمی کنه، چون داشتش بینندش رو دست می داد. نگاه کنید شما CNN رو توجه کنید ببینید چطوریه، ببینید چجوری داره صحبت می کنه. اصلا CNN داستانش فرق کرده. آخه اون آقایی که هستش اونجا به نام وولف بلیتسر، یک زاینیستش شناخته شده است که سالهای سال در جروسلم یا اورشلیم ایشون رئیس یک روزنامه بوده اونجا. آقای بولت بلیسنر فقط با برنامه در حقیقت اوجی سیمپسون اومد رو کار. سبحان الله، از اون زمان. بله، یه چیزی درست کرد به نام سیچویشن روم. بله بله بله، در اتاق موقعیت. درسته، سیچویشن روم، درسته. بله، اونو درست کردش اومدش. بله، مثلا خانم امانپور اصلا اونجا نبود. آها، امانپور جای دیگه کار میکرد. اینا همه به ABC و CBC و اینا کار میکردن. حالا برحال من منظورم اینه که ببینید یک دور میدیا قدرتش از یک ارتش، قدرتش از یک دولت، قدرتش از همه چی بیشتره. بله، اینا بزرگترین سرمایه گذاری رو اینا میکنن. وقتی که دیده یه دفعه نشون میده آقا اینجا سودانه، اینجا کلانه، ببین بدبختا چطوری. آقا ریو دو ژانیرو، شما برزیل که من دیگه خودم رفتم دیدم، ما برزیل که بری فرد بیداد میکنه، نابود میکنه. سبحان الله. ببینید اصلا یک مسئله، اصلا کشور برزیل یک بمب که هم محتوم ممکنه منحدم بشه. ولی خانم دستیلوان نشد صحبت کردن که ما امنیتمون ثابت کردیم، امنیتمون چقدر بالاست و میتونیم سرمایه گذاری کنیم. این معنی چیه؟ این معنیش اینه که ما با گذاشتن فوتبال در اینجا و آوردن مردم اینجا نشون داریم به سرمایه گذارا با همه این فرقی که اینجا هسته، ما اگه شده بکشیم، نابود کنیم، هر کار بکنیم، میتونیم امنیت پول شما رو برقرار کنیم. تشکر زیاد از وقت شما. و اگر صحبتی راجع به این مذاکرات اتمی دارید، یه دو دقیقه راجع به اون به ما بگید. آقا مذاکرات اتمی خودتون میدونید اینا زیاد مسئله شون اینه که در حقیقت ما از آب سنگین دست بکشیم. آب سنگین هم بهانه شون اینه که شما میگن اورانیوم رو مستقیم وارد میکنید، تبدیلش به پلاتینیوم و به این احتیاج ندارید، و شما ریاکتور که بخوادش در حقیقت اورانیوم مستقیم استفاده کنه نداشتید. شما چیزی که در بوشهر دارید که روسا دارن اورانیوم 235ش رو میدن، مشکل هم ندارید. در نتیجه اینا میگن شما چون احتیاج ندارید دست بردارید. ولی دولت ایران چی میگه؟ میگه آقا جون من اورانیوم سنگین شده یا ریاکتور آب سنگین رو میخوام برای ایزوتوپای پزشکی و ایزوتوپای کشاورزی. چرا مزخرف میگید؟ من همه چیز که برای انرژی نیست که این بوتا رو ببینید در خود آمریکا میگن فرگ
میارن برای اینکه استفاده کنن. مثلا اینا فکر میکنن انرژی فقط ترانسپورتیشن، انرژی ترانسپورتیشن خیلی چیزا. شما بودید که گفتید هفته پیش بود که بود گفتید که هر چی که میبینید ساخت نفته، انرژی فقط گاز خالی که نیست. آقا پلاستیک، پلاستیک شما الان همین زده که نشستی، همین لباسی که تنته اینا چند درصدش پلاستیکه؟ اینا همه نفت در میاد، این که دیگه از گاز و انرژی و سی‌ان‌جی در نمیاد. الله اکبر، با لباسمون خیلی چیز کردید. به هر حال تشکر میکنم از حضور شما، انشالله هفته آینده ببینیم شما رو بشنویم. تشکر میکنم از دوستتون برابر تاریم بیاد. بله دوست عزیز خیلی قشنگ راجع به این مذاکرات اتمی فرمودن و ما هم یک گزارش اینجا داریم از ایران هست، شخصی به نام آقای عراقچی ایشون این صحبت ها رو فرمودن و نوشتن نقاط توافق در وین. آقای عراقچی، آقای عراقچی درباره نقاط مورد توافق در وین گفت ما توافق داریم که به توافق برسیم. حالا من نمیدونم این برای ماست که بفهمیم یا برای دانشمنداست که بفهمن یا برای کجا این گفتار هست. ما توافق کردیم که به توافق برسیم. یک، توافق داریم که غنی‌سازی ایران ادامه پیدا می کند. دو، توافق داریم که همه تحریم ها باید رفع بشود. دو، سه، تحریم ها مربوط به نیروی هسته‌ای ایران هست که توافق داریم که عراق، همین آب سنگینی که دوست عزیز اشاره کردن، توافق داریم که عراق به کار خود ادامه می دهد ولی با تغییراتی که باعث رفع نگرانی ها بشود. حالا ما که دانشمند هیچ کاری نیستیم، ما به زور شدیم کارشناس ارشد، چون فوق لیسانس مدیریت داریم شدیم کارشناس ارشد و از چیزای انرژی اتمی فلان هیچی سرمون نمیشه، ولی ایشون می فرمان که ما توافق داریم که عراق به کار خودش ادامه بدهد ولی با تغییراتی که باعث نگرانی رفع نگرانی شود. این شد چهار. خب توافق داریم که فردا به کار خود ادامه بدهد ولی با تغییراتی که باعث کاهش نگرانی ها بشود. شد پنج. توافق داریم که همکاری های صلح آمیز هستی با ایران آغاز خواهد شد و توافق داریم که در اثر رسیدن به توافق فضای جدیدی از روابط بین طرفین شروع شد. خب ما در پنج تای اول خیلی مشکل داریم. ما بارها گفتیم که مثلا دو نفر یه جا نشستن و توافق کنن که از نقطه برن مثلا برن رستوران غذا بخورن، هر گفتش هم گرستن، از درک اومدن بیرون، یکیش میشه دست راست یکیش میشه دست چپ. اونی که دست راست پیچیده بهش میگه مرد کجا داری میری؟ چلو کباب از این بره. اون یکی میگه آقا چلو کباب چیه؟ آندره از این بره. اونا که یادتون میاد 40-50 سال پیش یک ساندویچ فروشی بود درست در تقاطع چهارراه پهلوی و خیابون چهارراه پهلوی بالا، یه جایی شاهرضا بهش میگفتن، حالا اسمای دیگه گذاشتن، جای خیلی خوبه، سالاد اولیویه داشت، خیلی چیزای خوبی بود. هنوز از در نیومده جفتشون هم گرستن ها، این میگه از این ور اون میگه از اون ور. حالا ما میخواییم توافق کردیم که به توافق برسیم، نه ما تنها، پنج شیش تا کله گنده دیگه هست، غولای دنیا هستن. توافق کردیم که توافق کنیم. مردم رو نمیشه به بازی گرفت. یک دفعه، دو دفعه، سه دفعه دستتون رو میشه. یا به ما بگیم توافق کی کردیم که توافق بکنید، معنیش چیه؟ ما معنیاشو بفهمیم، به مردم بگیم، به ملت ایران بگیم، به ملتی که در صحنه حاضر هستند، به ملتی که با خون و جان خود دارن همکاری میکنن، به اونا بگید.
سلام عرض کردم، بفرمایید، خواهش میکنم. سلام عرض کردم. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. هلو. به هر حال یکی زنگ زد از طرف شما، میگفت آقای سرمی دارن زنگ میزنن. خیلی خوب ان شاء الله. ما پرواز شدیم باز دوباره، ان شاء الله خیر باشه. الحمدلله رب العالمین. چه کار غلط کردیم امروز یا الله. سلام علیکم. سلام آقای دکتری. بله، اینجا یک رد و برق شد و خیلی چیزا مختل شد، ولی حالا دیگه مثل که باز دوباره کارمو درست ادامه پیدا میکنید. وقتی شما زنگ زدید همون موقع یه رد و برق شده بود. بفرمایید. اینجا هم رد و برق، یه لحظه چند ثانیه برق ما رو اصلا به کل خرج کرد. خب خیر باشه انشالله. بله بله، شما خسته نباشید. تشکر میکنم. الله کریم، قوت از الله. آقای اجدادی، هفته پیش داده به شیعه صفوی صحبت شد، یه جواب خیلی خلاصه ای دادید شما، یادتون هست؟ بله بله، خیلی خوب یادم هست. قبل از صفویه مردم ایران همه سنی بودن. بله بله، نادرشاه زمان میخواست که تمام ایران رو، قبل از صفویه بود نادرشاه یا بعد از صفویه بود؟ بعد از صفویه بود. نادرشاه هم اتفاقا میخواست که همه ایران رو چی سنی بکنه، اونم نمیدونم درسته یا نه، ولی خب بالاخره شیعه و سنی اونطور که یه عده دارن میگن اونطوری نیست. شیعه کسی هستش که از سنت حضرت پیغمبر تبعیت میکنه و از خلیفه چهارم حضرت علی علیه السلام و تمام فرزندان او که 12 امام شیعه رو 11 امام شیعه رو چیز میکنن که حضرت علی اولینشون هست، تبعیت میکنن. از درسهای اونها، الگوی زندگی اونها، 12 امام هستن که امام اول حضرت علی علیه السلام امیر المومنین هستن، مولای متقیان، الگوی زندگی بشریت هستن. حالا اگر اسامی دیگه یکی میخواد بذاره شیعه و سنی بکنه، اونا رو من نمیدونم. به هر صورت عمده مردم را اهل سنت شدن. بعد برای دلایلی که ما بعد مملکتمون دور حکومت عثمانی حاکم بود و کنم اوزاک ها بودن شرق مملکت، این وقتایل صفوی پشتار شیعه رو حاکم کرد. در همین تبریز 1000 نفر بسمام شدن که به طرح از حسنان دست کشن به شیعه بیان. بعد یه آشواش تا هر صورت دیگه همه اومدن شیعه شدن. ولی این اطلاعات شما از کجا داره میاد؟ خب بعضا شما بپرسین از دوستان یا از دوستانی که شنونده هایی که دارم بیان نظرشون بگن، اطلاعاتشون بدن. بله ما میپرسیم از بینندگان محترم راجع به شیعه و سنی که پشتاری که از تسنن شد تو ایران که مردم شیعه رو بپذیرن،
اگه کشتار بدی کرد. ولی من هیچ نمیدونستم که عثمانی ها بر ایران تسلط داشتن. هیچ اینو من نمیدونستم. نه، عثمانی ها تسلط نداشتن. خطری بودن برای ایران. بله، اونا قدرت چیزی برای خودشون بودن در مقابل ایران. بله، بله، اون که هست. حتی یک سری مسائل سیاسی باعث شد که بله، چشم، میپرسیم از همین طریق میپرسیم و هفته آینده دوستانی که راجع به این موضوع اطلاعاتی دارید لطف فرمایید در بعد برنامه تشریف بیارید. من خوندم تو همین تحبیل دست بکشم به شیر خیر باشه انشالله. اون زمان تبریز چقدر جمعیت داشت که 20,000 نفرش کشته شدن؟ دقیقا 20,000 تبریز. آها، تبریز یه شهره. خیر انشالله. خیلی تشکر از حضورت شما. تشکر میکنم از لطفتون. مرحمت و عزیزت دارم. مرحمت زیاد. بله، وقت ما به انتها رسید و این نکات آقای عراقچی رو ما نتونستیم بیشتر شرح بدیم. انشاءالله در هفته آینده بحث این خواهد بود که آقای عراقچی که میفرمان توافق کردیم که با هم توافق بکنیم، توافق کردیم که اینو داشته باشیم، یه تغییراتی بدیم که اونا نترسن. این همش معنیش برای ما چی هستش که ما بالاخره اطلاع کمی داشته باشیم. تشکر میکنم از حضور شما. انشالله لطف بفرمایید هفته آینده هم تشریف بیارید و ما رو از حضور خودتون تشکر میکنید. تا بعد، محبت عالی زیاد. Come on.